میدم تا 5 ماه دیگه ایران نجات میدم. نه از این حرفای بی خودی رو عصبانیت ولی پر از عشق. نمیگم ما هستیم، نمیگم ما نیستیم، هیچ کدوم اینه. من هستم، من همیشه هستم، من همیشه بودم. از 14 سالگی تو زندان شاه بودم با حکم اعدام اینا، 30 سنه از آوارم. آیا خدایی شرافت مندانه فکر کن کی بیشتره، منی که 30 سال زندگیمو تو این 30 سال آوارگی گذاشتم قبلش هم اینجوری بوده، یا اینا که اومدن دکون وا کردن شما رو دارن سیاه میکنن؟ همشون هم رفیقا من، همشون هم دوست دارم. در مقابل شما از همشون دعوت میکنم، هر کی نیاد. یعنی میگه مردم قابل این حرفا نیستن، به خاطر اینه که مردم اینا رو قابل این حرفا نمیدونن، جدی نمیگرنشون. یه کسایی تو حافظه تاریخی ما یه شکلی میگیرن، مثلا فلان آدم اول میاد، مثلا فکر کنید مایکل جکسون بچه ها میشه، یا فکر کنید قهرمان جهان شده. خب کسی باور نمیکنه، حالا حتی تقدیر کنه میگه ما قهرمان جهانه، معلومه که نیست. به خاطر این بدلی ها و قلابی ها اومدن جلو دوربین ها، دبی هم بوده و کلاورزی 7 میلیارد، نمیدونم مانی لاندری هم بوده و هزاران آدم شریف هم بوده، هزاران آدم ناشریف هم بوده، خوردن بردن، کله برداری کردن، یه جنگ درست کردن، سر ما رو گرم کردن. من جز اینا نیستم، با همه چون هم رفیقم، ازشون هم سوال میکنم در مقابل شما، اونها به شما جواب بدن. از این منصفانه تر، از این دموکرات تر، از این دموکراتیک تر، انسانی تر به من هیچ انگی نمیچسبه. مگه شما حسادت بکنی بخوای حرف بزنی؟ مگه لجت بگیره بخوای تو خزینه بگی آقا گرد خاک نکن؟ آزادی بود بده، منم به دنیا نمیدم بدم کی حرف مفت میزنه. مهم اینه که من چه کاری میتونم بکنم. این کاری که من میتونم بکنم، اگر خدا خواست این تلویزیون سر پای ایستاد و من اینجا موندم با کمک ملی مردم، فقط با کمک ملی مردم و کمک ملی مردم، نه پول جمهوری اسلامی، نه آگهی کی، نه آگهی تو ایران. معلومه آدم شریفی دوست داره تلویزیونی که حرف خودش ازش میشنه و بهش آگهی بده. کدوم وزیره، کدوم امیره، کدوم آدم با شرفی هست که اینو نخواد؟ مگر اینکه کسی هستن نمیخوان چون منافعشون به خطر میفته، کما اینکه منافعشون به خطر افتاده. لس آنجلس یه سرور بسیش کردن برن رو خطا، منو سنگسار شخصیتی بکنن که بتونن منو حذف بکنن. یکی از کارهای اطلاعاتی اینجا این بود، هر کی جلوی دوربین تاثیر داشته اینا بمباردمان شخصیتیش کردن و حذفش کردن و شما هم فوش دادین، بی اعتبارش کردین. چون من ریشه تو این کار نداشتن، به خاطر این دود شدن و رفتن، فراموش شدن، یا وقتی هم میان با شکست های پی در پی و عدم قدرت دوباره سازی خودشون، چون عصبانیت و روابط و باز دوره همون قصه ها و داستان ها، حرف های بی عمل. کسی که حرفی نمیزنه نمیتونه بکنه، بهتره دانش رو بنده و حرف نزن. اتاق فرمان کاری داریم با من؟ نه. عرض میکردم که این گونه است. من با این شرایط و با این آرزو هست اومدم جلوی تلویزیون و با شهامت هم گفتم و بازم میگم، تا وقتی که این تلویزیون به من احتیاج داشته باشه من آزاد باشم حرف خودم بزنم. خیلی هم خوشحالم که اینجا هستم، اگرچه مهران امکان مالی داره، اگرچه مهران اگه بخواد 2 سال دیگه هم تلویزیون رو بگردونه میتونه بگردونه، ولی هر چیزی برای خودش قاعده خودش داره و تعریف خودش داره. این یه کاریست که شغلیست که یه سرمایه داره، باید با سرمایه و با درآمدش بگرده. ما هم وقتی آمدیم این تلویزیون قرار شد بر اساس نیروی تلویزیون ما اینجا بیام، قرار نشد که کسی به ما حقوق بده. ما نه کسی حقوق گرفتیم، نه کسی حقوق میگیریم. این در واقع مخارج برنامه ماست که در واقع باید تأمین بشه، چون ساختن یه برنامه از حالا به بعد چندین ساعت برنامه ادیت کردن با یه اپرایتور یا دوتا اپرایتور نشستن روزی 17-18 ساعت کار کردن سریال یک نفر رو درست کردن، به این سادگی ها نیست که من حرف براتون میزنم. نمونه های از این کارا، مثلا امیل تو آرشیوش یک چیزی از من داشته از چند سال قبل، بهش گفتم اونو پخش بکنه، ازش خواهش کردم که این رو پخش بکنه. یا خودم خیلی چیزای دیگه دارم که اصلا شما ندیدین، نشنیدین، نمیدونید، نمیبینید. من نمیگم آقا من از همه بهترم، نمیگم من اینم من اونم، نه من مسلمانم نه نامسلمانم. من اسلام، من ایران، من ایران، منم دین من، هر دو با هم برای من درآمیختن، چون مادرم اونجا خاکه. هر چی درسته مال مادرمه، برای اینکه من دیدم از این زن شریف. هر چی درسته مال پدر با شرفه، من دیدم از اینا. من توی خانواده اینجوری زندگی کردم، خودم اومدم غلط و غلط چه ندارم، یه وقت ناجور توی زندگی، یه بچه ناخلف، یه خانواده هم پدری هم مادری شریف نازنین محترم با ایمان،
موفق با استعداد، به خاطر اینه که وقتی آمدم تو تلویزیون گفتم من جلوی دوربین نمیام مگر اینکه یه کاری بکنم. برای اینکه یه کاری هم بکنم فقط کاری میتونم بکنم که اونی که هست رو انجام میدم، نه چیز این ور اون ور. این شایعات و این رو خطا و رفتن و آی با مهران افتشا اینجوری ایران افتشتک با جمهوری اسلامی کار میکرد، تلویزیونش مطمئن باشید اینجوری نمی بود. صبح تا شب بسید اون رد کارپت میذاشت و از سر قبر این اون کنسرت میذاشت و نمیدونم تو این چلک آبی و چلک آبی یک سری این برای بچه های حیوانی ها عشق دوربین ها دوست دارن همینجوری هر کی بهشون هر چی بگه ویش همینجوری سر ببندن بره از اون کار رو میکرد. هم از اونا قیافش بهتره، هم استعدادش بیشتر داره، هم امکان مالی خودش بیشتر از اون راست، نه اون امکان تلویزیون و مالی تلویزیون، خودش و خانواده‌اش و استعدادی که داشته و کار کرده. حالا من فکر میکنم هیچ پاسخی بهتر از عمل ما نیست به شما. عمل ما به شما نشون میده که ما از داخل میهنمون، از بین فرزندان آیات الزام، مسلمانان شریف، آزادی خواه، اونهایی که همه چیز رو برای همه میخوان، اونهایی که از من سوال میکنم آقای امینی یه روز تو شهوزیست ناسیونالیستی، یه روز ناسیونالیستی، یه روز سوسیالیستی، یه روز کمونیستی، تو کدومشی؟ من همشم، مجاهدم هستم، حزب الله هم هستم، در بارگاه خلیفه جماران هم حضور دارم، در همه جای میهنم، من تو قلب بچه های میهنم، من بخشی از قلب همه اونهایی هستم که ایران آزاد، ایران آباد، حکومت قانونمند، خدایی، قرآنی، به تعریف و تفسیر قرآن به روز. اگر کتابی رو پیدا کردیم به روز بدونیم پیرایه هایی که بهش میزنم، من مونو کار ندارم، نه آگاهی شو دارم نه دانش رو حوزوی که از این حرف رو بتونم دفاع بکنم، اما معرفتی و درک انسانی میتونم به اندازه خودم، من مثل شما دوتا کتابی خوندم، چهار تا چیز شنیدم، زندگی کردم، بی خودی موهام سفید نکردم تو این شهر، بابت این 30 سال روزنامه دادم، مجله دارم، منتشر کردم، بارها منتشر کردم، برنامه رادیویی داشتم، تلویزیون های مختلف، از تلویزیون امیر شجره و تلویزیون ملی تیوی شهرام هاشمی زاده که تازگی هم تلویزیونش تو امریکا راه افتاده، MTC ملی تیوی چنال، ویب سایت هم داره، فرکانسشو برای انسان ویلا میگفتم، در تلویزیون مرکزی سعید مقدم مثل برادرم بوده، هر کاری تونسته، بعد از تحصیلی تلویزیونم پای من وایستاده، من آمدم تلویزیون، میخواستم برگردم، میخواستم با تلویزیون مرکزی مردم در لس‌آنجلس که برمیگردیم برگردم، چون این تلویزیونم که اومدم گفتم، الانم باز مترسده این هستم که این کار رو بکنم و تلویزیون مرکزی صدای منه و سالهای سال من اونجا مثل خونه خودم بوده، سعید مثل برادر نازنینم بوده و با معرفتی پای من واسطه و تا آخرین لحظه، تا هر وقتی که بتونم پاش وای میستم. از این بابت این تلویزیون هم همین معنا رو برای من پیدا کرده، وقتی وایساده بلندگوش رو در اختیار من گذاشت که من حرف خودم رو بزنم بدونه که تو کار من مداخله بکنه، من ازش ممنونم و هر کاری بتونم براش میکنم، چون منافع این تلویزیون، منافع من بودن این تلویزیون یعنی بودن من و من میتونم حرف بزنم، بودن منم یعنی صدای شما مردم که حرفی برای گفتن دارید، نه از روی عصبانی از فوش خوار مادر بین این کیه اون چیه اینا، نه الان بگید چیکار میتونید بکنید پیش از انتخابات وضعیت پیرامون میهنمون، به مردم میهنم، شهادت مردم میهنم رو در عراق که به دست تروریست های القاعده کشته شدن تسلیت و تبریک میگم. اینها انگیزه هاییست که ما رو وادار میکنه دیگه نمیخوایم گریه کنیم، دیگه نمیخوایم تو سرمون بزنیم، دیگه نمیخوایم کشته بدیم، دیگه نمیخوایم عزادار داشته باشیم، دیگه نمیخوایم عزادار باشیم. مگه زور آقا شما دنبال این هستی هر کنون بتونید برین آقا برین آشقار برزید تو خیابان سود بزنید چراغ روشن کنید، عقب افتاده یارو شلوار خودش رو نمیتونه عوض